با یه سلام گرم خدمت دوستان و بینندگان عزیز، امروز تصمیم دارم شما رو ببرم به استان زیبای اصفهان. همونطور که میدونید این استان واقعا زیباست و آثار تاریخی زیادی داره و یکی از غذاهای خیلی مهم اونا که تو تمام مراسماشون تهیه میکنن خورشت ماسته. همونطور که میدونید این خورشت یکی از غذاهای خیلی مهمشون تو مراسمشونه و به راحتی تهیه میشه، ولی اونجور که فکر میکنید خورشت باشه خورشت نیست. بیشتر اصفهانیای عزیز این غذا رو به عنوان دسر مصرف میکنن. خب من کارم رو با معرفی مواد اولیه شروع میکنم. گوشت گردن 300 گرم، پیاز 1 عدد متوسط، فلفل، زردچوبه، نمک به میزان لازم، خلال پسته 1/4 پیمانه، گلاب 3 قاشق غذاخوری، زرشک 1/4 پیمانه، خلال بادام 1/4 پیمانه، هل سبز 1/4 قاشق چایخوری آسیاب شده، زعفران 3 گرم دم شده، خامه 2 قاشق غذاخوری، شکر 3 قاشق غذاخوری، زرده تخم مرغ 2 عدد، ماست چکیده 1 کیلو. خب دوستای گلم، اگر من توضیحاتی رو که میدم به دقت انجام بدید مطمئن باشید خورشت خیلی خوب و خوشتمی خواهید داشت. از گوشت شروع میکنم. گوشت گردنمون رو همراه با زردچوبه، فلفل سیاه و پیاز، پیاز رو خرد میکنید، چارپاچ میکنید، میریزید همراه 2 لیتر آب، میذارید کاملا بپزه. وقتی که گوشت گردنتون پخت اونو از استخوان جدا میکنید، گوشتاشو از استخوان جدا میکنید و مقداری ریش ریش میکنید و مقداری از آب گوشت رو صاف میکنید، روش میریزید تا رنگش سیاه نشه، میذارید کنار. ما گوش ماست چکیده داشتیم. من از ماست چکیده شیرین استفاده کردم. اگر خودتون میخواید تهیه کنید، تقریبا 4 کیلو ماست رو توی یک کیسه نخی میریزید. اگر میخواید ماست چکیدهتون شیرین باشه، حتما آبگیریشو داخل یخچال انجام بدید. به چه صورت؟ وقتی ماست رو میریزید توی کیسه، توی یک آبکش بذارید، زیرش یک کاسه بذارید و اجازه بدید توی یخچال آب اون کاملا کشیده بشه. ظرفی که استفاده میکنید حتما باید یا ظرف مسی باشه یا لعابی. اگر از ظرف چودن هم استفاده میکنید مطمئن باشید موقع هم زدن پوسته پوسته نشه و داخل غذا دیده نشه. خب ابتدا کارمون رو شروع میکنیم با ماستمون. 2 زرده تخم مرغ داشتیم، 3 سفیده رو از زرده کاملا جدا کنید، زرده ها رو داخل ماست بریزید. فراموش کردم بگم حتما هم برای هم زدنش از قاشق چوبی استفاده کنید. کمی با قاشق ابتدا هم میزنیم. کاملا این مواد رو هم میزنیم تا یک دست رو صاف بشه. شکرم بهش اضافه کنید.
وقتی به این شکل در اومد اونو داخل ظرفمون منتقل میکنیم، ظرفی که میخواییم روی حرارت مستقیم قرار بدیم. وقتی که داخل ظرف مورد نظر ریختیم مرتب هم میزنیم تا کمی شکر توی ماست حل شه و موادمون تقریبا همونطور که میبینید یک دست بشه. خب من الان این رو روی حرارت میذارم و تا زمانی که به جوشه باید مرتب هم بزنید تا ماستمون نبره. زمانی که ظرفمون رو روی حرارت گذاشتیم زیر حرارت باید ملایم باشه و مرتب ماستمون رو هم میزنیم. توضیح دیگه که باید بدم، حتما ماست رو به یک طرف هم بزنید تا ماستتون نبره. منظورم اینه که فقط در یک جهت. زمانی که ماستتون رو روی حرارت گذاشتید وقتی که گرما بهش میخوره یه ذره ماستتون شل میشه به این شکل. یعنی اول که هم میزنید ماست سفته، ولی زمانی که میخواد گرم بشه و شروع به قل زدن کنه همونطور که میبینید ماست شلتر میشه. من زرشکو برای اینکه زیباتر بشه و رنگ شفافی پیدا کنه شستم تمیز و با یک قاشق مرباخوری شکر و 25 گرم کره یه تفت کوچیک بهش میدم تا برای تزیین آماده بشه. در ضمن شکری که من میزانش رو بهتون گفتم 3 قاشق غذاخوری، شما میزانش رو میتونید کم و زیاد کنید. اونایی که شیرین تر دوست دارن میتونن میزان شکر رو بیشتر کنن و کسایی که طعم شیرین رو زیاد دوست ندارن میتونن میزان شکر رو کم بکنن. توی این مرحله که ماستمون یه ذره شلتر شده ما اون هل سبزمونو 1/4 قاشق چای خوری بود اضافه میکنیم. خب وقتی که اینطوری ببینید در بغل ماست حباب حباب داره میزنه، میتونید توی این مرحله نصف زعفرونی رو که داشتیم به ماستمون اضافه کنیم. طریقه دم کردن زعفرونم به این شکل، زعفرونتون باید غلیظ باشه. پودر زعفرون رو توی ظرف می‌ریزید و 4 تکه یخ روش می‌ذارید، یه گوشه آشپزخونه می‌ذارید و اجازه میدید تا یخ آب بشه و زعفرونمون با آب یخ رنگ خودش رو پیدا کنه. خب دوستان همطور که میبینید ماست ما به جوش اومده و داره قلقل میکنه. تو این مرحله اونو از روی حرارت بر میداریم و ادامه کار رو روی میز بهتون نشون میدم. تو این مرحله ما گوشتایی رو که داشتیم و ریش ریش کردیم منتقل میکنیم توی یه سینی. با پشت قاشق چوبیمون به این شکل گوشتا رو باز میکنیم. این غذا مثل حلیم باید کشدار بشه. حالا از مایه ماستمون ملاقه ملاقه روی این میریزیم.
با پشت قاشق چوبی مواد رو کاملا به خورد گوشتمون میدیم. این قسمت مهمترین قسمت این غذاست که شما باید کاری کنید تا گوشتاتون کاملا از هم جدا بشه، رشته رشته بشه و مخلوط موادمون بشه. وقتی که ماستمون کاملا به خورد گوشت رفت، به همین شکل دوباره یه ملاقه دیگه از مواد ماست روی گوشتمون می‌ریزیم. با گوشکوب چوبی هم میتونید این کار رو انجام بدید. میزان گوشت هم میتونید تو این خورش کم و زیاد کنید. برای یک کیلو ماست حدوداً 250 گرم ما به گوشت پخته شده گردن نیاز داریم که اگر دوست داشتید میتونید این مقدار رو زیاد و یا کم کنید. دوباره یه قاشق دیگه. وقتی که رنگ گوشتمون تغییر پیدا کرد و سفید شد، اونو به ظرف ماست اضافه می‌کنیم و روی حرارت قرار میدیم و بقیه زعفرون و گلابمون رو بهش اضافه می‌کنیم. در آخر کارم یه 2-3 دقیقه قبل از این که از روی حرارت برداریم خامه رو اضافه میکنیم. رنگ گوشت ما همونطور که میبینید داره رو به سفیدی میره و آماده است که اونو به ظرف برگردونیم. همونطور که میبینید کاملا رنگ گوشت ما تغییر پیدا کرده و ما اونو به ظرفی که ماست داخلشه برمیگردونیم. وقتی که گوشت رو داخل بقیه مواد ماست ریختیم مرتب هم میزنیم تا گوشتمون با ماست مخلوط بشه و یک دست بشه. حالا میبریم میذاریم روی حرارت. دوباره موادمون رو گذاشتیم روی حرارت، مرتب هم میزنیم تا شروع به قل زدن بکنه و یه مقدارم سفت‌تر بشه.
خب توی این مرحله همونطور که میبینید خورشتمون داره قلقل میکنه، زعفرون چیز گلابمون اضافه میکنیم توی این مرحله، یه مقدار هم میزنیم زیر خورشتمون، باید کم کم باشه، و بعد بقیه زعفرونی رو که داشتیم به مواد خورشتمون اضافه میکنیم. چند قول دیگه که زد خامه رو بهش اضافه میکنیم، هم میزنیم و زیر خورشتمون رو خاموش میکنیم و اجازه میدیم تا خورشتمون خنک بشه. مرتب هم میزنیم تا خامه توی ماست حل شه. در یک جهت مرتب هم میزنیم تا خامه توی خورش تر بشه، بعد از روی حرارت برمیداریم. کافیه. خب دوستای گلم، خورشت ماست ما آماده شد و من اونو با خلال پسته، بادوم و زرش و قنچه های گل محمدی تزیین کردم و تقدیم میکنم به همه بینندگان عزیز، مخصوصا اصفهانی های دوست داشتنی خودمون. امیدوارم که از این آموزشم لذت برده باشید و حتما این غذا رو درست کنید و در کنار خانواده از خوردنش لذت ببرید. و تنها خواهشی که ازتون دارم، حتما برنامه مامان تیو رو به اشتراک بذارید و تو ارائه بهتر این برنامه منو یاری کنید. خیلی دوستتون دارم و شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.